سلام، من مهدی عسکری از کارشناسان گروه مهرسمن هستم. اطلاع دادن که دو تا چیلر داریم که دچار مشکل هست. اومدیم ببینیم که مشکل این چیلرها چه چیزی هستش که کمپرسورها مدام می‌سوزن. اول میریم خط دیسشارژ رو با هم دیگه می‌بینیم. خط دیسشارژ کمپرسوره. نگاه بکنید. چیلر سرویسمونه، یه زانو، دو زانو، سه زانو، چهار زانو خورده تا اومده اینجا هدر شده و دوباره تو هدر هم چند تا زانو رفته داخل کندانسور. این خط دیسشارژمون. سطح روغن کمپرسورها کاملا نامتعادله. یک کمپرسورمون 30 تنه، یک کمپرسورمون 20 تنه. بریم خط ساکشن هم با هم دیگه ببینیم. همونطوری که ساکشن کمپرسور رو داریم میبینیم، از اواپراتور اومده یک کمپرسور 20 تن و یک کمپرسور 30 تن. تو کمپرسور 20 تن دوباره دوتا زانو خورده، بدون دلیل، بدون هیچ دلیلی دوتا زانو خورده، هدر شده و رفته تو کمپرسور 30 تن. این کمپرسور 20 تن که اول خطمونه مدام میسوزه. دفعه این که کمپرسور 20 تنمون مدام میسوزه چی هستش؟ درهای ترازومی ما استانداردهایی داریم که اشرهی، مکویری، دامبوز، کریر، تماما این اطلاعات رو کامل به صورت کامل در اختیار ما قرار دادن تا ما بتونیم طراحی درستی انجام بدیم و چیلر رو درست بسازیم. متاسفانه در این چیلر چند تا مشکل وجود داره. یک، سعی کنید از دو کمپرسور غیر همدان با سی اف ام متفاوت یا تناژ متفاوت استفاده نکنید. که تناژ متفاوت باشه، ببینید اون 30 تن بیشتر میخواد گاز رو بکشه، به این 20 تن کمتر میرسه. پس دو تا کمپرسور باید یکسان باشه، نباید از دو کمپرسور با دو تناژ مختلف استفاده کنید. مشکل دوم، تو خط ساکشن شما دارید مشاهده میکنید. ساکشن آورده اینجا هدر کرده. ساکشن باید کلکتور بشه وقتی که دو کمپرسور هست. در این کمپرسور سیلن پیستونی وقتی که شما هدر میسازید، هدر رو هم درست نسازید، باعث میشه که گاز به یک کمپرسور نرسه، به یکی بیشتر برسه. طبق قانون برنولی گاز علاقه داره تیار مسیر مستقیم رو طی کنه. وقتی که مسیر مستقیم رو طی میکنه به این کمپرسور کمتر میرسه. بریم خط دیسشارژمون هم ببینیم که دیسشارژمون چه مشکلی وجود داره. تو دیسشارژ اینجا اومدن چندین زانو استفاده کردن، چندین زانو میبینید. اگر مسیر رو مستقیم‌تر می‌کردن تعداد این زانوها کمتر می‌شد. این دیگه‌ای که وجود داره در این نقطه است. کوبن مهم‌ترین قطعه کمپرسور رو هیتر عنوان می‌کنه. ببینید در اینجا مشکل دیگه‌ای هم که در این چیلر وجود داره در اینجا هیتر کار نشده. این کمپرسور فاقد هیتره. شرکت کوبلن مهمترین قطعه سیستم تراکمی هیتر رو عنوان میکنه. علتش هم علت این هم این هستش که شما وقتی که این چیلر رو خاموش میکنید گاز R22 در تمام فضا هستش داخل این کارتره. گاز شروع میکنه به مایع شدن و روی سطح روغنتون در داخل کارتر یه لایه از مورد R22 تشکیل میشه که به صورت مایع. R22 سنگین تر از روغنه. R22 شروع میکنه از روغن پایین رفتن و در زیر سطح روغن یه لایه مورد مایع R22 تشکیل میشه. وقتی که شما کمپرسور رو روشن میکنید این R22 میخواد دوباره به صورت تبخیر در بیاد، به صورت مایع در بیاد و به صورت بخار در بیاد. وقتی که میخواد بخار بشه شروع میکنه با روغن مخلوط شدن، میجوشه. وقتی که میجوشه و با روغن مخلوط میشه به صورت یک فوم در میاد، یک فوم سفید رنگ که اصلا خاصیت روغن کاری نداره. این فوم توسط اویل فوم به تمام قسمت ها فرستاده میشه. وقتی که میره به داخل قسمت های مختلف مثل بوش کمپرسور، شاتون ها و روغن کاری صورت نمیگیره، خوردگی بسیار زیادی اتفاق میفته.
و این فوم وارد سیلند ها هم میشه. وقتی وارد سیلند ها میشه پدیده ضربه زدن یا ضربه هیدرولیکی رو به وجود میاره و سوپاپ ها میشکنه، فرار روغن زیادی به سمت سیستم به سمت خطتون به وجود میاره. این یکی از مشکلاتیه که هیتر به وجود میاره. ساید گلس رو دارید مشاهده میکنید، الان کمپرسور ها خاموش هستن و روشن نشدن، اما ساید گلس رو دارید میبینید چه وضعیتی داره. پس هر وقت کمپرسورتون یا چیلرتون به مشکل برمیخوره، یک چیلر نو، هیچ وقت ذهنتون به این سمت نده که از سمت نگهداری یا از سمت تعمیر رو اشتباهی صورت گرفته. بعضی وقتا طراحی چیلر اشتباه بوده و باعث شده که چنین مشکلی رو به وجود بیاد. موفق باشید.